بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز سلام. به ادامه درس های شرطیه ها یا عملگر های یا دستورات تصمیم گیری که ما و شما خواندیم که ایف بودن و ما یک دستور تصمیم گیری دیگه را هم داریم به نام سویچ هست. و این دستور تصمیم گیری سویچ عموما به این خاطر استفاده میشه که ما چندین تا شرط به صورت موازی یا متناوب داشته باشه. خب سویچ هم به جای مولتیپل آلترناتیو ایف استیتمنت استفاده شده میتونه و هم میتونیم که سویچ در حالت های ما استفاده کنیم که چندین تا ایف به صورت نستد داشته باشه، یعنی در حالت هایی که چندین تا ایف به صورت تو در تو داشته باشیم، در او حالت ها امکان اشتباهات وجود داره. به او خاطر ما میتونیم به جای ایف از سویچ استفاده کنیم. شکل اصلی که ما برای یک سویچ داریم این قسمی هست که به سویچ نوشته میشه. خب قبلا ما در ایف در این قسمت یک شرطیه را میگذاشتیم، ولی در سویچ ما در این قسمت هیچ شرط را نمیگذاریم، بلکه در اینجا یک استیت یا یک حالت را میگذاریم. خب این حالت میتونه یک عدد باشه، سایز میتونه یک وریبل باشه، میتونه یک دیتا باشه، هر چیزی که باشه. در این قسمت ما مثلا میاییم اینجا میگذاریم که CH و قبلا این CH فرض کنیم که در این قسمت ما معرفی کردیم که از نوع کرکتر هست و نامش هم هستن چه؟ CH. خب این CH خب چه قسمی مقایسه انجام میشه؟ در داخل سویچ مقایسه ای که انجام میشه، ما در داخل سویچ میتونیم کیس داشته باشیم. به جای هر ایلز ایفی که شما در مولتیپل آلترناتیو ایف استیتمنت استفاده میکنین، در اینجا میتونین کیس داشته باشه. کیسی خب هر چند تا کیسی را که شما خواسته باشین اینجا میتونین داشته باشه. مثلا ما کیسی ای را میگذارم چون اینجا کرکتر هست. فرض میکنیم که کیس اول ما ای هست، صحیح؟ در او صورت میاییم اینجا سی اوت میکنیم، نوشته میکنیم که یو انتر A. خب بعد در کیسی بعدی میریم میگیم که اگر B را انتر کرده باشه، در او صورت باز هم برای یوزر سی اوت میکنیم، میگیم که U انتر B، چون ای خورد هست، ما ای را میشه که ای خورد بده و اندو ام. کیسی بعدی ما مثلا این را میگیریم چی باشه؟ سی باشه. خب باز هم میگیم که سی اوت، میگیم یو انتر چی؟ سی. خب حالتهای بعدی را هم ما شما میتونیم داشته باشیم، ولی بجای الزی که در مولتیپل آلترناتیو ایف استیتمنت داریم، ما میتونیم در اینجا کلمه کلیدی دیگه را داریم به نام کلمه کلیدی چی؟ دیفالت. البته کلمه کلیدی دیفالت اختیاری هست، میشه که ما ای را بگذاریم، میشه نگذاریم، ولی اگر هیچ یکی از این کیسا مچ نکنه در اخیر هیچ کاری انجام نمیشه. ولی اگر ما دیفالت را داشته باشیم، اگر هیچ یکی از کیسای بالا مچ نکرد، بالاخره دیفالت چی میشه؟ اجرا میشه. در دیفالت هم میگذاریم، مثلا میگیم که سی اوت کو، میگیم که نو مچ، یا مثلا ای هیچ گونه با هیچ یک از کاراکترهای داخلی که ما میخواستیم مچ نکرد، صحیح؟ فقط یک پیام هست. بعد در این قسمت سویچ دوباره پس چی میکنیم؟ بسته میکنیم. یک استرکچر کلی یک سویچ هست. در استرکچر کلی یک سویچ قسمی کار میشه. مثلا ما اگر بخوایم که سی ایچ فرض کنیم، در اینجا قیمت میتیم، مثلا قیمت از این رو میتیم چی؟ بی. سایز؟ خب قیمتی سی ایچ ما و شما فعلا اینجا چند هست؟ بی هست. اینمی کرکتر بی میاید با هر یکی از کس ولیو های ما و شما مقایسه میشه. آیا بی مساوی به ای هست؟ نه، چون بی مساوی به ای نیست، ما میریم روی کیسی بعدی. در کیسی بعدی میبینیم آیا بی مساوی به بی هست؟ بله، بی مساوی به بی هست. وقتی بی مساوی به بی بود، ما از اینجا
واردی استیتمنت های مربوط به مو کیس میشیم. در او حالت اینی مسیج ها چیکار میکنه؟ به آوتپوت روان میکنه. یعنی این مسیج به یوزر نشان میده که you entered B. صحیح؟ مثلا به فرض در این مثال اگر ما این B را از یوزر گرفته باشیم و بعد یوزر را میگیم که شما کرکتری را که برای ما وارد کردین کرکتری چی هست؟ کرکتری B هست. خب اگر احیانا این کرکتر بیای C باشه، C میای با A مقایسه میشه مساوی است؟ میگه نه، مساوی نیست. بعد با ای بی مقایسه میشه مساوی است؟ نه خیر، مساوی نیست. و بعد میایم روی کیس بعدی. در کیس بعدی سی را با سی مقایسه میکنیم. بله، ای سویج اکسپریشنی را که ما در اینجا داشتیم یا ای مساوی به چی است؟ به یکی از کیس ولیو ها هست. وقتی ای با ای مساوی شد ما چیکار میکنیم؟ دستورات مربوط به مو سویچ یا دستورات مربوط به مو کیس اجرا میشه. در قسمت سویچ چند چیز بسیار مهم هست در زمانی که ما از سویچ ها استفاده کرده میتونیم. او ای است که دیتایی را که شما در قسمت قرار داده میتونیم بسیار محدود هست. یعنی از تمام دیتا تایپ ها ما استفاده کرده نمیتونیم. دیتا تایپ هایی را که در قسمت شما قرار داده میتونین یا باید کرکتر باشه و یا هم انتیجر باشه. صحیح؟ ما نمیتونیم که از دیتا تایپ های غیر از کرکتر و از دیتا تایپ های غیر از انتیجر استفاده کنیم. مثلا شما نمیتونین اونجا دبل بیارین، شما نمیتونین اینجا فلات بیارین، شما نمیتونین اینجا استرینگ بیارین، شما نمیتونین اینجا دیتا تایپ های دیگه ای بیارین. ما تنها دیتا تایپی که در اینجا استفاده بکنیم و دیتا تایپ چی میباشه؟ دیتا تایپ کاراکتر یا انتیجر هست. خب موضوع بعدی که در سویچ، در ساختار سویچ بسیار یا در دستورات سویچ بسیار مهم هستی است که تمام کیس ولیو ها باید یونیک باشه. شما نمیشه که مثلا در اینجا ای کیس ولیو هم A باشه و ای کیس ولیو هم A باشه. در اون صورت هیچ مفهومی نداره. صحیح؟ هر دو کیسی ما مثلا دارای عین ولیو اگه باشه، چون ای هم مساوی به ای میشه هم مساوی به ای میشه، در نتیجه پروگرام ممکن هست که یک لاجیکال ایرر داشته باشه. پس به او خاطر کیس ولیو های ما و شما باید یونیک باشه و کیس ولیو های ما و شما باید دارای عین دیتا تایپ باشه، نه که ما مثلا در اینجا کاراکتر داشته باشیم، در اینجا استرینگ داشته باشیم و در اینجا هم یک عدد دبل داشته باشیم. همه از اینا اگر ای کاراکتر هست، ای هم کاراکتر باشه، اینجا هم کاراکتر باشه و تا آخر هر قدر کیس ولیو های دیگه ای که ما و شما داشته باشیم هم اینا چی بشه؟ باید کاراکتر باشه. و دیتا تایپ کیس ولیو های ما و شما باید مساوی به دیتا تایپ سویچ اکسپریشن باشه یا سویچ استیت یا محالتی که ما برای سویچ در قسمت قرار میدیم مساوی به ای دیتا تایپ باشه. نمیشه که شما در قسمت کاراکتر داشته باشین و در اینجا استرینگ داشته باشین، در اینجا کاراکتر داشته باشین و در اونجا قسمت چی داشته باشین؟ انتیجر داشته باشین. خب موضوع بعدی را که برای سویچ ها ما باید در اینجا بفهمیم است که یک کلمه کلیدی داریم به نام کلمه کلیدی بریک. و کلمه کلیدی بریک همیشه در سویچ یا زمانی که ما از سویچ استفاده میکنیم مهم هست. خب چیکار میشه؟ ببینین، ما اگر پروگرامی که فعلا در اینجا داریم، اگر قیمت که به سی اچ داریم این قیمت ای بدیم، یک اتفاق میفته که باعث یک لاجیکال ایرور میشه. چه قسم اتفاق؟ ببینین، ای میایه با ای مقایسه میشه با همدیگر مساوی است. بله، ای با ای ای مساوی است. وقتی این دو تا ای با هم دیگر مساوی باشه، در حقیقت این مسیج باید به آوتپوت روان شوه و نوشته کنه یو انترد ای. خب وقتی در آخر لاین میرسه کنترلر ما و شما، چون اینجا بریک نیست، چیکار میشه؟ پس میایه ای دستور هم پرینت میکنه، ای دستور هم پرینت میکنه و در آخر حتی ای دستور هم چیکار میکنه؟ پرینت میکنه. چرا؟ به خاطر که در سویچ ها زمانی کنترلر میتونه از ساحه یک سویچ خارج شوه که یا به براکت اند برسه و یا یکی کلمه کلیدی چی را ببینه؟ بریک ببینه. پس به او خاطر خوب هست که ما بعد از هر یکی دستوراتی که در داخل سویچ کیسا ما داریم یک بریک هم استفاده کنیم. مثلا وقتی این قسمت ختم میشه، خوب است که ما در اینجا بیاریم چیکار کنیم؟ از کلمه کلیدی بریک یا در اینجا یا در قسمت ما استفاده کنیم.
البته چیزی را که میخوایم برتان اضافه کنم این است که شما بر یک کیس هر چند تا استیتمنت که خواسته باشین میتونین داشته باشین. اینجا اینطور نیست که فقط و فقط یک کیس، حتی براکت هم ضرورت نیست، بدون براکت، بدون هیچ چیزی، هر چند تا استیتمنت را که لازم باشه در یک سویچ کیس شما میتونین چی باشین داشته باشین. خب در اینجا بریک استفاده کردیم و در اینجا هم ما میاییم بریک استفاده میکنیم و در اینجا هم میاییم بریک استفاده میکنیم، ولی در این حالت ضرورت نیست، به خاطر که اگر ای را به آوتپوت داد بی از او میره در روی چی؟ در روی خروجی خودی سویچ، یعنی از چی خارج میشه. خب در این حالتی که ما بریک داریم چی کار انجام میشه؟ در این حالت چی کار میشه که مثلا وقتی قیمت سی اچ ما ای داشته باشیم، ای وقتی آمد با ای مقایسه شد، چون با هم دیگر مساوی است، ای مسیجی که در قسمت هست، ای مسیجی که در این جنرال لاین شده، مسیج به آوتپوت روان میکنه. وقتی مسیج به آوتپوت روان کرد کامل شد، سایز بعد از او چی کار میکنه؟ میای روی لاین بعدی، روی لاین بعدی که رسید، لاین بعدی بریک هست. بریک خاصیتش چی هست؟ بریک خاصیتش چی هست که هرگاه کنترل به بریک میرسه، بریک انمی کنترلر را از ساحه سویچ یا ساحه امی براکتی که ما در او قرار داریم انزی ساحه چی کار میکنه؟ خارج میکنه. صحیح؟ خب سویچ هم مثل عینی شبیه چیزی که ما و شما در ایفای مولتیپل آلترنتیف یا ایفای متناوب یا موازی داشتیم، ای هم عین کار انجام میده. چه قسم است که اگر یکی از شرط ها درست شد، مثلا شرط اولی ما درست شد، هیچ گاهی روی شرط دوم نمیره که ایره هم چک کنه که آیا شرط دوم هم درست هست یا نادرست هست، و اگر شرط دوم درست شد، هیچ گاهی ما بروی شرط سومی نمیریم که چک کنیم که آیا شرط سومی هم درست هست یا نادرست هست، و وقتی شرط سومی درست باشه هیچ گاهی به شرط چهارمی نمیره که او شرط چهارمی را هم چک کنه که آیا این شرط درست هست و یا نادرست هست. چیز دیگه ای را که ما و شما در این قسمت میتونیم داشته باشیم و ای است که ما میتونیم هر چند تا کیس استیتمنت، مثلا در اینجا یک کیس، دو کیس، سه کیس داریم، ما در یک سویچ میتونیم که به هر اندازه ای که کیسای را لازم داشته باشیم از اینا میتونیم استفاده کنیم. پس ببینید در استرکچری که ما در این قسمت داریم، استرکچری از این برای ما شما نشان میده که ما میتونیم که سویچ به جای حالت استفاده کنیم که در اونجا مجبور هستیم از ایفای مولتیپل آلترنتیف ایف استیتمنت استفاده کنیم، و یا ای که در حالتهایی میتونیم استفاده کنیم که زیاد ما نستید چی داشته باشیم، نستید ایف داشته باشیم، یعنی یک اف داخل اف دیگه بیاید و او حالت داخل اف دیگه بیاید، داخل اف دیگه بیاید، از او حالت ها که بهتر هست که ما بیاییم چیکار کنیم؟ از استرکچری سویچ استفاده کنیم. استرکچری سویچ در بسیاری از حالات میتونه به جای شرطی اف هم استفاده شود، یعنی ما در بعضی از حالات ها میتونیم اف به جای سویچ و سویچ به جای اف استفاده کنیم، ولی این به این معنا نیست که کاملا استرکچر سویچ و کاملا استرکچر اف با هم دیگر یک چیز هست. در صورتی که اینا با هم دیگر عین چیز باشه، دیگه ضرورت نیست که هر دوی از اینا را ما و شما در زبان های پروگرام نویسی داشته باشیم، ولی اینها از هم دیگر متفاوت هست و تفاوت های از اینا هم در حالت هایی هست که ما میتونیم اینا را در حالت های سویچ، در حالت هایی که بسیار پیچیده باشه، یعنی تو در تو باشه، در او حالت های استفاده میکنیم، ولی ایف در حالت های بسیار ساده استفاده کرده میتونیم. این بود از مثال بسیار کوچیکی که ما شما برای سویچ داشتیم. در لکچرهای بعدی ما دوباره روی مثال های عملی در قسمت سویچ میایم. تشکر از توجه شما.